دوم سران تمنا هستم، مسئول رمز حقوق بشر، جندر و اطفال. مدت 3 سال میشه که در صف پلیس ملی وظیفه میکنم. وقتی که من از مکتب فارغ شدم، زنای پلیس که میدیدم علاقمند میشدم برای اینا که ما باید ما هم یک پلیس باشم و از طریق ازم و به جامعه خود خدمت کنم. و خاص خود امرای فامیل خود مطرح کردم، چون از من مادرم هم در نظام است، پلیس است. وقتی که امرای مادرم گپ زدم، مادرم قبول کرد، گفت درست است. باز تمام ما با فامیل مشوره کردیم. در قدم نخست خب پدرم و مادرم مشکل نداشتن، اما برادرم مشکل داشتن. میگفتن اگر شما و پلیس برین، باز مردم چی خواهد گفت و همسایه های ما چی خواهد گفتن. بعدا مادرم اونا رو راضی کرد و زیادتر فامیلا نمیخواهند که دخترشان اینجا تاثیر کنند، چون اونجا فضایش امن بود و تقریبا تجهیزات که لازم است برای مسئولین اونجا از بسیار زیاد پیشرفته تر بود و تمام امکانات اولیه که برای یک مسئول ضرورت است در ترکیه کامل بود، اما در افغانستان فکر نکنم کامل بوده باشه. اگر امروز یونیفرم نظامی بیرون برای بسیار زیاد مورد آزار اذیت قرار میگیری، مثلا پلیس خصوصا طبقه اوناست در جامعه به دید خوب نمیبینن، نظر مثبت دربارشان ندارن. یک خانم اگر بخوایم تلاشی کنه، او هیچ وقت اجازه نمیده یک مرد را تلاشی کنه. در این قسمت بسیار ضرورت است که باید خانم باشه، خانم پلیس باشه تا تلاشی کنه. هدف ما از این که ما در نظام پلیس آمدیم این است که از این طریق بتانم مصدر خدمت خوبتر برای جامعه و هموطنان خود، خصوصا برای خانم هاشم. و ما میخواییم که تحصیلات خود ادامه بتم و در آینده به مقام بالا برسم و از این طریق بتانم بیشتر خانم هایی که رنج دیده هستند و مشکلات دارند، به اونا از طریق مسلک خود خدمت کنم.